در یک هفته گذشته انتشار تیزر آهنگ جدید ساسان حیدری یافته ملقب به ساسی مانکن جنجال‌های زیادی به راه انداخت. اما این بار برخلاف انتقاداتی که به ترانه و ملودی و تنظیم‌های آهنگ‌های قبلیش می‌شد، یک موضوع دیگه مورد بحث قرار گرفت. اونم این که ساسی در اقدامی زشت و زننده از یک بازیگر زن معروف فیلم‌های پورن در تیزر آهنگش استفاده کرده بود. این حرکت قبیح ساسی بابت استفاده از یک بازیگر زن فیلم‌های پورن در هیچ جای دنیا با هیچ متر و معیار و منطق و قانونی جور در نمیاد. تاکنون چندین خواننده و گروه موسیقی در دنیا از جمله امینم و 50 سنت از حضور چنین بازیگرانی در ویدیوهاشون بهره بردن. ویدیوهایی که اغلب به دلیل محتوا و حضور چنین بازیگرانی از یوتیوب حذف شدند. در حقیقت در دنیا دسته‌بندی‌های مختلفی برای محتواهای تصویری وجود داره و حضور بازیگران فیلم‌های مستهجن در موزیک ویدیوها به هیچ وجه مورد پذیرش مخاطبان و پلتفرم‌های پخش محتوا نیست. اما با وجود همه انتقادات تند به این حرکت ساسی، باز هم ویدیوهای مربوط به آهنگ جدیدش در صفحه اینستاگرامش بازدیدهای چند میلیونی داشتند. در طوفان انتقادات تند نسبت به ساسی، گاهی واکنش‌هایی دیدیم که با توهین هم همراه بود، مثل این واکنش وحید قلیچ. آقای ساسی مانکن، خدا رو شکر می‌کنم که مادرتو پیدا کردی. فصل مشترک اغلب نقدها نسبت به حرکت جدید ساسی، ابراز نگرانی نسبت به کودکان و نوجوانانی بود که کارهای این خواننده رو دنبال می‌کنند. از جمله محمد سرشار، مدیر شبکه پویا، که در یادداشتی نسبت به این موضوع ابراز نگرانی جدی کرد. در نقطه مقابل هم برخی دیگه اعتقاد دارند که مخاطب اصلی ساسی صرفاً کودکان و نوجوانان نیستند. اما درباره این موضوع چه پاسخی میتونیم بدیم؟ شاید مخاطبان اصلی ساسی نوجوانا نباشند، اما افراد زیادی از این رده سنی کارهاش رو دنبال میکنند. به خصوص که او در برخی ترانه‌های گذشته‌اش از جمله آهنگ دکتر خطاب‌های مستقیمی نسبت به نوجوانا داره. مگه قبلا در مورد گلای تو خونه و محصلای نمونه اینا صحبت نکردن؟ مگه توی موزیک‌های قبلیشون در حقیقت تصاویری از نوجوانان رو نگذاشتن؟ طبیعیه، این رو عرض بکنم که این ویدیو اگر کوچکترین اشاره‌ای به نوجوانان داشته باشه، حتما هر جای دنیا باشه باهاش برخورد جدی خواهد شد. ما قانون کوپا رو داریم، فکر میکنم مال سال 1998 توی آمریکا. اما قانون کاپا چیه؟ این قانون توسط کمیسیون فدرال تجاری آمریکا وضع شده. بر اساس این قانون شما نمیتونید از محتواهایی که مخاطبش کودکان هستند بهره برداری تجاری داشته باشید، یا بهشون محتوای جنسی ارائه بدید، یا افراد فعال در حوزه هرزنگاری در این محتواها حضور داشته باشند. ساسی در کارهای گذشتش ظرف سالهای اخیر تونسته طیف زیادی از نوجوانها رو جذب خودش کنه و با آهنگ جدیدش ناگهان این محتوای نامناسب رو با حضور اون شخص نامناسبتر بهشون ارائه کرده. نکته مهم دیگه اینه که ساسی از یک خلأ قانونی دیگه هم در این آهنگش و همچنین کارهای گذشتش سوء استفاده کرده. اونم این که به دلیل عدم عضویت ایران در هیچ کنوانسیون بین المللی مرتبط با کپی رایت، نظارت روی انتشار محتواهای فارسی در دنیا کمه. با توجه به این موضوع باید روی چند آهنگ اخیر ساسی و به خصوص همین آهنگ جدیدش در پلتفرم‌های موسیقی دنیا برچسب اکسپلیسیت می‌خورده، اما نخورده. این برچسب نشون میده که اون آهنگ محتوای جنسی، رکیک یا خشونت آمیز داره و برای کودک و نوجوان مناسب نیست. در میون واکنش ها نسبت به جنجال جدید ساسی، نظرات جالبی مانند نیلوفر لاریپور رو داشتیم که در بخشی از مصاحبهش با شهروند آنلاین اعتقاد داشت که ترانه ساسی در ژانر خودش خوبه. شاید ما بیش از حد داریم ساسی رو جدی میگیریم. خواننده‌ای که در ژانر خودش شاید خوبه، اما ارزش این همه دیده شدن رو نداره. پژمان راهبر هم در یادداشتش به این موضوع پرداخته که پرداختن به آلبوم جدید شهریار قنبری خیلی میتونه ارزشمندتر باشه.
بله همینطوره و ساسی آدمیه که به دنبال دیده شدن به هر قیمتیه. البته که این خواسته او ذاتاً برای هر فعال موسیقی هست که دوست داره دیده بشه، ولی دیگران به هر قیمتی این کار رو نمی کنن. در چنین شرایطی عجیبه که هنوز دست ساسی برای ما رو نشده. کسی که طبق یک برنامه منظم آهنگ جنتلمن رو 15 اسفند 97، آهنگ دکتر رو 13 اسفند 98 و حالا هم تهران توکیو رو 13 اسفند 99 منتشر کرده، پس واقعاً بازی ثابت و مشخصی داره. و عجیبتر اینه که هنوز هم مسئولین ما سالی یک مرتبه با آهنگای ساسی کمی به خودشون میان و ابراز نگرانی میکنن و بعد دوباره همه چیز یادشون میره. البته این بار بجز نگرانی یک اتفاق خوب هم افتاد و اونم تصویب قانونی بود که بر اساسش ارائه محتوای مستهجن و مبتذل به کودکان و نوجوانان جرم شناخته شد. در کامنت های پایین یادداشت محمد سرشار هم مخاطبان زیادی موضوع غفلت مسئولین رو مطرح کرده بودن. اما میشه این موضوع رو بس داد به اینکه وقتی تلویزیون هیچ برنامه‌ای برای تولید محتوای مناسب برای کودکان نداره، وقتی آرتیست های پاپ ما که اتفاقا خیلی هاشون مخاطب نوجوان دارن برای تولید یک محتوای سالم موسیقی باید از هفت خان بگذرن و البته خیلی هاشون هم در تولید محتوایی که واقعا مناسب نوجوان ها باشه کوتاهی میکنن، یا وقتی درها به روی هنرمندان خوب بسته است و خیلی هاشون هم خونه نشین شدن، چرا ساسی این کارها رو نکنه؟ یا وقتی در دوران کرونا که فضای آنلاین شریان حیاتی آموزش در دنیا شده و در ایران هم به دلیل ممنوعیت‌های متعدد برای دسترسی راحت به ارتباط در فضای مجازی فیلتر شکن در گوشی و تبلت خیلی از نوجوان‌ها وجود داره، چرا ساسی این کار رو نکنه؟ دکتر سید علی موسوی هم در یادداشتی به همین موضوع اشاره داشت و اعلام کرد که کودکان و نوجوانان به هر ترتیب پاسخ سوالات خودشون رو پیدا می‌کنن. امیر هاشمی مقدم، پژوهشگر فرهنگی و عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز هم در یادداشتی به همین موضوع اشاره کرده بود و مسئولین رو خطاب قرار داده بود. حقیقت اینه که تا زمانی که در داخل مرزهای کشور خودمون محتوای جذاب و مناسب و البته به روز برای کودکان و نوجوانان تولید نشه، داستان همین آشه و همین کاسه. تا زمانی که 11 ماه سال متخصصین وارد حوزه تولید محتوا برای این رده سنی نشن، باز هم در ماه 12 ساسی رو خواهیم داشت. یعنی بعید نیست این خواننده در اسفند 1400 با محتوای خیلی بدتری شهوت دیده شدن خودش رو به هر قیمتی آروم کنه. البته در اون صورت باز هم همه چیز قابل پیش بینیه. نقد، توهین، نگرانی و در نهایت فراموشی.